عرصه به سود آبی پوشان خاتمی یافت. دقیقه 18 خطای بازیکن فولاد روی فرهاد مجیدی سبب شد تا ترکی نقطه پنالتی رو نشون بده و جواد نکونام هم دروازه حریف رو باز کرد. فولادی ها دقیقه 30 صاحب ضربه پنالتی شدن که مهدی نوری اون رو به هدف. اما در سایر بازی ها خوزستان استقلال تهران و قهرمانی استقلال تهران در یک هفته مانده به پایان رقابت‌های لیگ برتر کشور، سومین قهرمانی استقلال تهران خارج از خانه در اهواز برپا میشه. تبریک در شکوه بازیکنان استقلال تهران به مربیان این تیم و باشگاه استقلال تهران که در یک هفته مانده به پایان رقابت‌های لیگ برتر جشن قهرمانی رو در ورزشگاه تختی اهواز برپا می‌کنند و بدون احتساب امتیازات بازی مقابل داماشگیران که آخرین بازیشون هست با 67 امتیاز به مقام قهرمانی 12 دوره رقابت‌های لیگ برتر کشور دست پیدا می‌کنند و درود قهرمانی رو در اهواز و ورزشگاه تختی اهواز به صدا در میان. تبریک میگیم به ارتش قهرمانی تیم فوتبال استقلال تهران رو و تبریک به خاطر بازی جوانمردانه و بسیار زیبای فولاد خوزستان که تا آخرین لحظه سعی کرد در مقابل استقلال تهران به یک نتیجه آبرومند و خوب دست پیدا بکنه. یک بازی دیگر از هفته‌های پایانی رقابت‌های لیگ برتر باقی هست. فولاد مقابل نفت تهران در تهران بازی خواهد کرد و استقلال تهران در این بازی تشریفاتی مقابل داماش گیلان بازی میکنه در تهران و مطمئناً مراسم اهدای جام در ورزشگاه آزادی تهران با مراسمی ان شاء الله خوب و زیبا برگزار خواهد شد و جام قهرمانی به تیم استقلال تهران اهدا خواهد شد. بازم تبریک عرض میکنم خدمت تمامی طرفداران تیم استقلال تهران با یک بازی حرفه‌ای و زیبا و با تنها گل جواد نکونام موفق شد حریف خود فولاد خوزستان رو در اهواز شکست بده و به مقام قهرمانی مسابقات لیگ برتر کشورمون دست بزنه. تعداد زیادی از طرفداران استقلال تهران رنگ ستاره رنگین کمون رنگی هست آبی بهتر نداره با من بخون که از نو هم پارشی من و تو بخون که آبی رنگه جلای بیقرار